بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و آرزوی سلامتی برای شما دانشجویان محترم، درس فیزیولوژی کلیه را آغاز می‌کنیم. رفرنس اصلی در ارتباط با این مبحث کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال هست. البته در ارائه مطالب از بخش کلی از کتاب‌های فیزیولوژی پزشکی گنونگ و همطور فیزیولوژی برنن لوی، فیزیولوژی پزشکی برون و همینطور فیزیولوژی کلیه وندر استفاده شد. در این سلاید به طور تیتروار به اعمال کلیه اشاره میکنیم. میدونیم که کلیه های ما کار مهمشون در واقع دفع مواد زائد هست، ولی در عین حال در کنار این کار دفعی کارهای تنظیمی انجام میدن و مجموعه این کارهای دفعی و تنظیمی که کلیه انجام میده در راستای حفظ هموستاز بدن ما هست، در راستای حفظ حجم و ترکیب نرمال مایعات بدن ما هست. از کارهای دفعی که کلیه انجام میده، یکیش دفع مواد زائد حاصل از متابولیسم هست، مثل دفع اوره که حاصل متابولیسم پروتئین ها هست یا دفع اسید اوریک که حاصل متابولیسم اسیدهای نوکلئیک هست، یا اینکه دفع کراتینین رو انجام میده که حاصل متابولیسم کراتین فسفات هست. و همطور برای میتونیم مثال دیگری هم داشته باشیم. این مواد حاصل از متابولیسم موادی هستند که از نظر بیولوژیک در بدن ما کار مهمی رو انجام نمیدن و حتی تجمعشون توی بدن ما میتونه ایجاد سمیت بکنه. اما یه سری مواد هستن که از نظر بیولوژیک تو بدن ما فعالن، به نام مواد بیواکتیو خونده میشن و کلیه ها باز در دفع اینا میتونن نقش مهمی داشته باشن. از جمله میتونیم به هورمون ها اشاره بکنیم که ممکنه که کلیه ها یا یک سهم خیلی مهمی در ارتباط با دفع اونا داشته باشن یا به هر حال بخشی از حذف اونها رو از بدن به عهده داشته باشن. از هورمون هایی که میتونیم مثال بزنیم در ارتباط با دفع کلیه هایشون میتونیم به انسولین اشاره بکنیم، به هورمون رشد و همطور مثلا هورمون ضد ادراری هم به هر حال حذف کلیه هایش میتونه اهمیت داشته باشه. اما غیر از این مواد اندوژن بیواکتیو، ما یه سری مواد اگزوژنی هم داریم که در بدن ما از نظر بیولوژیک فعالن که قطعا به ذهن شما رسیده که این همون داروها هستن که در ارتباط با حذف داروها از بدن کلیه ها نقش مهمی دارن که بدن هم بهش اشاره میشه. اما کارهای تنظیمی که کلیه ها انجام میدن، یکی از این کارهای مهم تنظیمی تنظیم تعادل آب و الکترولیت ها هستش. قطعا وقتی که ما در ارتباط با تعادل صحبت میکنیم، وقتی ما میگیم بدنمون در ارتباط با آب در تعادله، منظورمون این هستش که بین میزان ورودی و خروجی آب یک برابری، یک تعادلی برقرار هستش و کلیه های ما این قابلیت رو دارن که اگر مقادیر متفاوت و متغیری از آب و الکترولیت ها وارد بدن ما بشه، به تناسب بتونن اون رو چکار بکنن، از بدن خارج کنن و ما رو از بابت اون ماده در تعادل نگه دارن و به عبارتی غلظت و مقدار اون مواد رو توی بدنمون حتی امکان ثابت حفظ بکنن. اما یکی دیگه از کارهای تنظیمی کلیه های ما تنظیم تعادل اسید باز هست که باز میدونیم یکی از کارهای خیلی مهمی هستش که کلیه ها انجام میدن و به هر حال هدفشون هم این هستش که غلظت یون هیدروژن رو در مایعات بدن ما در حد نرمال حفظ بکنن و همطور پی‌اچ مایعات بدنمون رو که برای واکنش های بیولوژیک بسیار حیاتیه، که در ارتباط با این موضوع هم قطعا صحبت میکنیم در جلساتی که در پیش داریم. اما کار تنظیمی و میتونیم بگیم یک کار هورمونال هم محسوب میشه که کلیه های ما انجام میدن. در واقع به عنوان یک کار تنظیمی دیگه میتونیم تنظیم فشار خون شریانی رو مثال بزنیم که قطعا از بحث گردش خون به یاد داریم که کلیه ها میتونن از طریق دفع متغیر آب و نمک فشار خون رو تنظیم بکنن، همینطور میتونن از طریق به اصطلاح تغییر مقاومت عروقی
با استفاده از فعال کردن اون سیستمی که تحت عنوان سیستم رنین آنژیوتانسینالسترون میشناختیم و میشناسیم، در واقع این کار رو انجام میدن. به هر حال علت این که میگیم این کار تنظیمی میتونه به عنوان کار هورمونال هم محسوب بشه به دلیل همین بحثی که در ارتباط با رنین و سیستم رنین آنژیوتانسین آلدسترون داشتیم. اما باز یک کار تنظیمی و هورمونال دیگه که کلیه ها انجام میدن در واقع تنظیم تولید فرم فعال ویتامین دی هستش، که ما میدونیم این فرم یک فرم دی هیدروکسیله هست. هیدروکسیلاسیون روی کربن شماره 1 و 25 ویتامین دی انجام میشه. کربن شماره 25 در کبد هیدروکسیله میشه، کربن شماره 1 در کلیه ها هیدروکسیله میشه، در سلولای اپیتلیال توبول پروگزیمال ما آنزیم آلفا هیدروکسیلاز این کار رو انجام میده. خب قطعا میدونیم که فرم فعال ویتامین دی هستش که میتونه به بازجذب کلسیم و فسفات در روده همچنین در کلیه به اصطلاح کمک بکنه. اما باز به عنوان یک کار هورمونال و تنظیمی دیگه در کلیه هامون باید به تنظیم تولید گلبولای قرمز اشاره بکنیم. در این رابطه کلیه ها در واقع سلولای شبه فیبروبلاستی که در نواحی اینترستیشیال کورتکس و آتر مدولای کلیه هستند، اتروپویتین رو در پاسخ به محرک مناسب که کاهش فشار سهمی اکسیژن هست تولید میکنن و اتروپویتین هم میتونه در مغز و استخوان در واقع تولید گلبول های قرمز رو تحریک بکنه و به این ترتیب این به عنوان کار تنظیمی کلیه ها مطرح هست. قطعا اگر فردی نارسایی کلیوی داشته باشه، یکی از آرزه هایی که داره همطور که مطمئنم شما حد زدین آنمی هستش. خب اما کلیه های کار متابولیک هم انجام میدن. یکی از کارهای متابولیکی که انجام میدن و اهمیت داره گلوکونئوژنز هستش. خب ما در مورد گلوکونئوژنز میدونیم که یکی از کارهای مهمی که کبد ما انجام میده، ولی در کلیه های ما هم این قابلیت رو دارن که توی شرایط نرمال حدوداً 10 تا 15 درصد از گلوکونئوژنز رو به خوده داشته باشن، ولی در شرایط استارویشن و به اصطلاح گرسنگی دراز مدت این عملکرد گلوکونئوژنیکشون خیلی اهمیت پیدا میکنه و درصدش هم زیاد میشه. یعنی شاید چیزی حدود 45 تا 50 درصد از گلوکونئوژنز در چنین شرایطی به عهده کلیه های ما هستش. همطور که اشاره کردیم یکی از اعمال مهم کلیه ها تنظیم تعادل آب و الکترولیت ها هست و در واقع کلیه ها از این طریق میتونن حجم و ترکیب مایعات بدن رو در یک حد ثابتی حفظ بکنن و این حفظ ثبات مایعات بدن ارزش کلینیکی بالایی داره. در همین رابطه در واقع با توجه به اهمیت موضوع یک توضیح مختصری در ارتباط با بخش‌های مایع بدن خدمتتون ارائه میکنم. همطور که باز همه ما میدونیم در یک مرد بالغ سالم 70 کیلوگرمی 60 درصد از وزن بدن رو آب تشکیل میده، که البته این درصد تحت تاثیر سن، جنسیت و همینطور درصد چربی بدن میتونه متفاوت باشه. مثلا در افراد چاق که درصد چربی بدن بالاتری دارن درصد کمتری از وزن بدن رو آب تشکیل میده. همطور در خانم ها که در مقایسه با آقایون درصد چربی بدنشون بیشتر هست، باز هم این درصد کمتر میشه. یعنی در مقایسه با یک مرد 70 کیلوگرمی بالغ، یک زن 70 کیلوگرمی که بالغ هست حدوداً 50 درصد از وزن بدنش رو آب تشکیل میده.
در ارتباط با سن هم خب با افزایش سن باز به دلیل اینکه تجمع چربی بیشتر در بدن، این مسئله باز باعث میشه که این درصد باز هم کاهش نشون بده. خب این مقدار کل آب بدن که حالا این 60 درصد در مورد یک مرد طبیعی بالغ 70 کیلوگرمی میشه 42 لیتر. این 42 لیتر که به عنوان آب کل بدن در نظر گرفته میشه، توزیع میشه بین مایع داخل و خارج سلولی، یعنی در داخل سلول ها قرار میگیره و همطور در خارج از سلول ها. حدوداً 28 لیتر از این 42 لیتر در داخل سلول ها هست و مابقیش در خارج سلول ها قرار گرفته و توزیع شده بین مایع میان بافتی و پلاسما. در مایع میان بافتی حدوداً 11 لیتر از این مقدار کل آب بدن قرار گرفته و در پلاسما 3 لیتر. در کل ما میتونیم بگیم که مایع داخل سلولی حدوداً 40 درصد از وزن بدن رو شامل میشه و مایع خارج سلولی حدوداً 20 درصد از وزن بدن رو در واقع در بر میگیره. خب همطور که اینجا در واقع تو این شکل نشون داده شده، بین مایع داخل در واقع بین مایع میان بافتی و پلاسما یک تبادلی میتونه اتفاق بیفته در سطح سیستم مویرگی و البته قشای مویرگی به آب و بسیاری از مواد محلول نفوذ پذیره، بنابراین اینها خیلی راحت میتونن مبادله بشن بین پلاسما و فضای میان بافتی، ولی پروتئین ها نمیتونن به راحتی از این قشا عبور بکنن و بنابراین غلظت پروتئین ها در پلاسما نسبت به در واقع مایع اینترستیشیال یا مایع میان بافتی قطعا بیشتر هستش. اما در عین حال از این قشای سلولی سلاحن انتخابی که به آب نفوذ پذیری بالایی داره ولی به اغلب مواد محلول نفوذ پذیریش بسیار ناچیز هست، از این قشا هم میتونه به خصوص آب راحت مبادله بشه بین مایع داخل سلولی و خارج سلولی که حالا بعداً به این موضوع هم اشاره میکنیم. اما این تبادل مایع بین و همطور مواد محلول بین پلاسما و مایع میان بافتی باعث شده که تقریباً ترکیب یکسانی رو ما در مایع میان بافتی و پلاسما داشته باشیم، منهای پروتئین ها که همطور که اشاره کردم غلظت بیشتری رو در پلاسما دارن. خب ما باز اشاره کردیم به این موضوع که بین اینتیک یا ورودی آب و آتپوت یا خروجی آب از بدنمون باید یک تعادل و یک برابری وجود داشته باشه تا اینکه به اصطلاح بدن ما یک شرایط ثابتی از بابت مایعاتش داشته باشه، یعنی مایع داخل و خارج سلولی در یک حد ثابتی بتونه حفظ بشه. خب راه ورودی آب به بدن ما از طریق آشامیدن آب هست و همطور سایر مایعات و همینطور از طریق متابولیسم مواد غذایی به خصوص کربوهیدرات ها، که این مسئله باعث میشه که در یک شرایط نرمال حدوداً 2300 میلی لیتر در روز آب وارد بدن ما بشه. اما برای اینکه در واقع تعادل مایعات بدن حفظ بشه، لازمه که این 2300 میلی در روز از بدن چی بشه؟ خارج بشه. راه های خروجش، یکیش راه اصطلاحاً اینسنسیبل هست یا راه غیر محسوس هست که از طریق تبخیر از طریق سطح پوست، سلولای پوست و یا مجاری تنفسی این خروج آب میتونه اتفاق بیفته بدون اینکه ما ازش آگاه باشیم و در مجموع یک چیزی حدود 700 میلی لیتر در روز از این طریق آب از بدن ما میتونه خارج بشه. از طریق تعریق هم باز حدوداً در شرایط نرمال 100 میلی لیتر
در روز میتونه آب از بدن خارج بشه، از طریق مدفوع هم باز به همین میزان 100 میلی در روز آب از بدن خارج میشه، البته باز هم گفتیم در شرایط نرمال، و از طریق کلیه ها و به عبارتی از راه ادرار هم حدوداً یک بخش زیادی از این آب ورودی، یعنی حدود 1400 میلی لیتر در روز میتونه از بدن خارج بشه. پس بنابراین در مجموع اون 2300 میلی لیتری که روزانه وارد بدن شده میتونه از این راه ها از بدن ما خارج بشه و ما رو در یک شرایط ثابت از بابت مایعات بدنمون قرار بده. اما اگر مثلا ورزش سنگین دراز مدت رو انجام بدیم، در این صورت میتونه میزان آتپوت یا خروجی آب از بدنمون خیلی بیشتر بشه، یعنی همطور که اینجا نشون داده شده میتونه به 6600 میلی لیتر در روز برسه، و در صورتی که با اینتیک آب، با ورودی آب، این خروجی در واقع جبران نشه، فرد در یک تعادل منفی برای آب قطعا قرار میگیره. همطور که اینجا ملاحظه میکنید، در شرایطی که ورزش سنگین انجام میشه و دراز مدت، در واقع تعریق میتونه یک سهم بیشتری رو در ارتباط با خروج آب از بدن ایفا بکنه و داشته باشه، به طوری که میتونه به 5000 میلی لیتر در روز برسه، و البته سهم ادرار کاهش پیدا میکنه، خب باز به دلیل اینکه حجم مایع خارج سلولی با به اصطلاح تعریق میتونه کم بشه، و همطور از طریق ریه ها میبینیم که باز میزان خروج آب توی یک چنین شرایطی بیشتر میشه. اما حالا در رابطه با یک شرایط غیر نرمال، مثلا اسهال شدید، باز میبینیم که از طریق مدفوع میتونه یک آب زیادی از بدن خارج بشه که باز هم اگر با اینتیک و با ورودی آب جبران نشه، فرد میتونه در یک به اصطلاح تعادل منفی برای آب قرار بگیره. این اسلاید به عنوان یادآوری اجزای تشکیل دهنده اصلی مایع داخل و خارج سلولی رو نشون داده، و همطور که ملاحظه میکنید بعضی از این کاتیون ها و آنیون ها در مایع داخل سلولی غلظت بسیار ناچیزی دارن، مثل سدیم، کلسیم و کلور، و بعضی از اونها مثل پتاسیم، مثل فسفات، مثل آنیون های عالی و پروتئین ها در مایع داخل سلولی غلظت بیشتری رو نسبت به مایع خارج سلولی نشون میدن. در شکل سمت راست هم غلظت اجزای غیر الکترولیتی پلاسما نشون داده شده. در این جدول غلظت مواد محلول در قسمت‌های مختلف مایعات بدنمون، مایع داخل و خارج سلولی، بر حسب غلظت اسمولی نشون داده شده، یعنی غلظت بر حسب میلی اسمول در لیتر آب بیان شده. در واقع در این فرم از بیان غلظت، تعداد ذرات مستقل مواد محلول در یک لیتر آب در نظر گرفته میشه، به جای اینکه مثلا غلظت مولارش رو بیان بکنم. در این حال ما میدونیم که یک اسمول معادل یک مول از در واقع ذرات ماده محلول ما هستش. یک محلول یک مولار گلوکوز به عنوان مثال، یا یک محلول یک مول در لیتر گلوکوز، غلظت اسمولیش یا اسمولاریتش یک اسمول در لیتر هستش، به دلیل اینکه ما در این مثلا محلول گلوکوز یک در واقع جزء فعال اسموتیک داریم. اما در محلول یک مولار NaCl، به دلیل اینکه سدیم و کلور میتونن به صورت دو جزء مستقل در محلول وجود داشته باشن، این محلول یک مولار غلظت اسمولیش یا اسمولاریتش دو اسمول در لیتر است، که البته به عنوان یادآوری اینجا خدمتون گفتم. اما
در قسمت انتهایی از این جدول اسمولالیته کل مواد محلول رو هم در واقع در این بخش‌های مختلف ملاحظه می‌کنید. در پلاسما و همطور بخش‌های دیگه تقریباً این به اصطلاح اسمولالیته وقتی که به یک شرایط پایدار می‌رسیم با هم دیگه برابر هستن. ولی به دلیل اینکه این مواد محلول همیشه به صورت اجزای مستقل توی پلاسما حضور ندارن، به همین دلیل مثلا فرض کنید در مورد سدیم و کلر میتونن به صورت ترکیب هم حضور داشته باشن، به همین دلیل اومدن یک به اصطلاح ضریب تصحیح اسمولزی رو در نظر گرفتن و بر اساس این ضریب تصحیح اسمولزی ارقامی که به دست میاد مقدار متفاوته. در این قسمت کورکتد اسمولر اکتیویتی میبینیم که اسمولالیته در واقع کل در بخش پلاسما ما 282 میلی اسمول در لیتر هست، در حالی که در مایع اینترستیشیالمون اسمولالیته کل برابر هست با 281 میلی اسمول در لیتر، یعنی یک واحد کمتر، و در مایع داخل سلولی هم به همین ترتیب 281 میلی اسمول در لیتر اسمولالیته کل هستش. اما در ردیف آخر فشار اسمولزی کل رو هم در واقع در بخش‌های مختلف مایعات بدنمون گزارش کرده و ما می‌دونیم که این فشار اسمولزی در واقع متناسب هستش با تعداد ذرات فعال اسمولزی در به اصطلاح محلول ما. خب با استفاده از قانونی به نام قانون باندهوف میدونیم که هر میلی اسمول در لیتر یک محلول میتونه 19.3 میلی متر جیوه فشار اسمولزی تولید بکنه. بنابراین اگر که ما یک به اصطلاح گرادیان اسموتیکی به اندازه 1 میلی اسمول در لیتر در دو سوی فشار سلول داشته باشیم، یک فشار اسمولزی به اندازه 19.3 میلی متر جیوه در دو سوی غشا در واقع داره عمل میکنه. اما هر چقدر که این فشار اسمولزی به اصطلاح بیشتر باشه، این نشون دهنده این هستش که غلظت آب در این محلول ما کمتر و غلظت مواد محلول بیشتر هستش. خب در اینجا میبینیم که در پلاسما فشار اسمولزی مقداری بیشتر هست نسبت به سایر قسمت‌ها، یعنی مایع اینترستیشیال و مایع داخل سلولی، همینطور که در واقع اسمولالیته کل مواد محلول هم به اصطلاح بیشتر بود. با توجه به اهمیت کلینیکی حفظ یک حجم نرمال در بخش‌های مختلف مایعات بدن، می‌خوایم ببینیم که چه عواملی میتونن تعیین بکنن توزیع مایع رو بین این بخش‌های مختلف از مایعات بدنمون. تو این رابطه در ارتباط با توزیع مایع بین مایع اینترستیشیال یا مایع میانبافتی و پلاسما، عامل تعیین کننده تعادل نیروهای استالینگ یا همون فشارهای هیدروستاتیک و اسمولزی کلویدی هست که در دو سوی دیواره مویرگی عمل میکنن و اگر اینها دچار تغییر بشن قطعا میتونن توزیع مایع رو بین این دو بخش تحت تاثیر قرار بدن. اما در ارتباط با توزیع مایع بین مایع داخل و خارج سلولی، اون چیزی که تعیین کننده است اثرات اسموتیک مواد محلول کوچیکی مثل سدیم و کلر و سایر الکترولیت ها هست که با توجه به این که غشا یک نفوذپذیری انتخابی داره، یعنی به مواد محلول تقریبا نفوذناپذیر و به آب نفوذپذیری بالایی داره، این مسئله باعث میشه که هر تغییر در واقع در غلظت اسمولی این مواد محلول جابجایی آب رو به دنبال داشته باشه، حالا در هر طرف که میخواد باشه، چه در مایع داخل سلولی چه در مایع خارج سلولی.
یعنی هر تغییر اسموتیکی که اتفاق بیفته در واقع غلظت اسمولی اینها هر تغییری که ایجاد بشه باعث میشه که ما انتشار خالص آب رو یا اسموز آب رو از یک طرف غشا به طرف دیگر غشا داشته باشیم. خب پس با توجه به این نفوذپذیری انتخابی که غشای سلول داره، این مسئله باعث میشه که خیلی سریع در صورتی که تعادل اسموتیک به هم بخوره مجدداً به یک در واقع تعادل جدید بین مایع داخل و خارج سلولی برسیم، که شاید مثلا در سطح سلول اگه نگاه بکنیم در حد چند ثانیه بتونه این اتفاق بیفته. اما اگر که بخوایم برقراری یک تعادل جدید رو در سراسر بدن در نظر بگیریم، مثل وقتی که دهیدراته شدیم و آب میخوریم، در این صورت شاید زمانی حدود نیم ساعت وقت لازم باشه تا این آب در واقع دریافتی بتونه این تعادل اسموتیک رو در سراسر بدن برقرار بکنه. حالا با توجه به صحبتهایی که تا اینجا داشتیم میخوایم ببینیم که اگر که ما یک محلول ایزوتونیک از نمک تعام رو یا یک محلول هایپرتونیک یا هیپوتونیک از محل نمک تعام رو بیایم اضافه بکنیم به مایع خارج سلولی، چه تغییری در حجم ها و همینطور در اسمولاریته این بخش های داخل و خارج سلولی در واقع اتفاق میفته؟ خب همطور که در این شکل ملاحظه میکنید، در شرایط نرمال با توجه به اینکه قبلا هم اشاره کردیم حدودا 60% از وزن کل بدن رو آب تشکیل میده، البته در یک مرد بالغ 70 کیلوگرمی، در اینجا میبینیم که در محور افقی آب کل بدن حدودا همون 42 لیتر هست، 28 لیترش مربوط به مایع داخل سلولی، 14 لیترش مربوط میشه به حجم مایع در خارج سلول ها، و اسمولاریته هم همطور که اینجا نشون داده شده در هر دو بخش در واقع برابر هست و تقریبا 300 میلی اسمول در لیتر اینجا در نظر گرفته شده. خب حالا اگر که ما بیایم یک محلول ایزوتونیک از کلور سدیم رو اضافه بکنیم به مایع خارج سلولی که معمولا یک محلول 0.9% از کلور سدیم هست، این مسئله فقط باعث میشه که حجم مایع خارج سلولی افزایش بده بکنه، یعنی ما هیچ جاب چون تغییری در اسمولاریته ایجاد نمیشه، هیچ جابجایی خالصی هم برای آب نداریم، پس بنابراین ما تغییری در اسمولاریته نمیبینیم، تغییری در حجم مایع داخل سلولی نمیبینیم و تنها افزایش حجم مایع خارج سلولی اتفاق میفته. اما اگر که مثل حالت بی بیایم یک محلول هایپرتونیک از نمک تعام رو یا کلور سدیم رو به مایع خارج سلولی اضافه بکنیم، در این صورت به دلیل اینکه مایع خارج سلولیمون به اصطلاح هایپرتونیک میشه، هایپر اسمولار میشه و غلظت آب در اینجا در مایع خارج سلولی نسبت به مایع داخل سلولی کمتر میشه، به این ترتیب ما اسموز آب رو داریم از سمت مایع داخل سلولی به سمت مایع خارج سلولی تا تعادل اسموتیک جدید برقرار بشه. و البته در این شرایط تعادلی جدید می‌بینیم که اسمولاریته هم در مایع داخل سلولی و هم مایع خارج سلولی افزایش پیدا کرده، اما حجم مایع داخل سلولی کم شده و حجم مایع خارج سلولی افزایش نشون میده. اما اگر که ما یک محلول هایپوتونیک از کلور سدیم رو اضافه بکنیم به مایع خارج سلولی، در این شرایط مایع خارج سلولیمون رو به اصطلاح هایپوسمولار میکنیم و غلظت آب در سمت مایع خارج سلولی بیشتر میشه از مایع داخل سلولی و اسموز آب رو از مایع خارج سلولی به داخل سلول داریم، به این ترتیب میبینیم که حجم هم در داخل سلول هم در خارج سلول افزایش پیدا میکنه
حجم مایه، اما اسمولالیته در این شرایط تعادلی جدید در هر دو بخش کاهش نشون میده. با توجه به اینکه بین ساختمان و عملکرد فیزیولوژیک کلیه ارتباط تنگ و تنگی وجود داره، به عنوان یادآوری به اجزای تشکیل دهنده نفرون به عنوان واحد ساختمانی و عملی کلیه یک اشاره می کنیم. نفرون ها همطور که اشاره کردیم واحد های ساختمانی و عملی کلیه های ما هستند. تعدادشون در هر کلیه به طور متوسط 1 میلیون هست و از 2 جزء تشکیل شدن. یک بخش تحت عنوان جسم یا جسمک کلیوی هست و بخش دیگه اون بخش توبولی و لوله‌ای نفرون هست. جسم یا جسمک کلیوی خودش شامل 3 جزء میشه. یکی از اجزایش همون مویرگ گلومرولی هست و جزء بعدی مزانژیوم هست که شامل سلول‌های مزانژیال و ماتریکس مزانژیال میشه که در ارتباط با این بخش بعداً هم توضیح میدیم. و همینطور بخش سوم شامل کپسول بومن و فضای بومن میشه. اما بخش توبولی یا بخش لوله‌ای از سگمنت‌های مختلفی تشکیل شده که یک نامگذاری کلی دارن، شامل توبول پروکسیمال، لوپ هنله، توبول دیستال و همینطور مجاری جمع کننده که البته در ارتباط با خصوصیات سلولی این سلولای اپیتلیال دیواره توبول پروکسیمال در سگمنت های مختلف قطعا شما توی بافشناسی در واقع مطالعه داشتین که این خصوصیات سلولی در سگمنت های مختلف بر اساس عمل کردی که هر سگمنت داره میتونه متفاوت باشه. گفتیم که جسم یا جسمک کلیوی تشکیل شده از یک ساختمانی به نام مزانژیوم، یعنی در واقع مزانژیوم هم به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده جسم یا جسمک کلیوی مطرح است. و اشاره کردیم که مزانژیوم شامل سلول‌های مزانژیال و ماتریکس مزانژیال میشه. این سلول‌های مزانژیال در واقع این قابلیت رو دارن که این ماتریکس رو بسازن و ریلیز کنن و در واقع در این محیط قرار بگیرن. یکی از کارهایی که سلول‌های مزانژیال میتونن انجام بدن این هستش که میتونن مثل پریسیت‌هایی که در سایر بسترهای مویرگی داریم نقش محافظ ساختمانی رو برای این مویرگ‌های گلومرولی داشته باشن، یعنی در واقع میان این حلقه های مویرگی رو احاطه میکنن و به این ترتیب میتونن به عنوان یک محافظ ساختمانی برای این مویرگ ها مطرح باشن. در این حال دیدن که این سلول ها میتونن کار فاگوسیتیک هم انجام بدن، مثلا میتونن برخی از اجزای غشای پایه رو فاگوسیته بکنن. اما یکی دیگه از خصوصیاتی که به عنوان یکی از خصوصیات مهم این سلول‌ها مطرح هست این هستش که این سلول‌ها قابلیت انقباض و رفع انقباض دارن، یعنی توی این سلول‌ها پروتئین‌های انقباضی وجود داره که در پاسخ به عوامل مناسب در واقع میتونن منقبض بشن یا رفع انقباض نشون بدن. خب از این طریق میتونن روی میزان جریان خون ورودی به مویرگ گلومرولی اثر بگذارن، میتونن سطح فیلتراسیون رو تغییر بدن و بنابراین میتونن یک اثر کنترلی روی میزان جریان فیلترا یا میزان اصطلاحاً فیلتراسیون گلومرولی داشته باشن. اما عواملی که میتونن باعث انقباض یا رفع انقباض این سلولا بشن دقیقا عواملی هستن که روی سلولای عضلانی صاف دیواره عروقی هم میتونن این اثرات رو داشته باشن، یعنی میتونن اون رو منقبض یا شل بکنن. اینجا توی این جدول لیستی از عواملی که میتونن باعث انقباض در این سلولا بشن و عواملی که میتونن این سلولا رو ریلکس بکنن رو ملاحظه میکنید و دقیقا میبینید که
مثلا اندوتلین، آنژیوتانسین دو، وازوپرسین یا نورپینفرین به عنوان عواملی که این سلول ها رو منقبض میکنن روی سلول های عضلانی صاف هم اثر انقباضی دارن، یا لیستی از عواملی که باعث ریلکس شدن این سلول ها میشن مثل AMP، دوپامین یا پروستاگلندین ای تو یا سیکلیک AMP دقیقا اون عواملی هستن که روی سلول های عضلانی صاف هم اثر شل کنندگی دارن. اما علاوه بر این به اصطلاح کارهایی که سلول‌های مزنجیال انجام میدن، همطور که اشاره کردیم این سلول‌ها قابلیت این رو دارن که یه سری مواد رو بسازن و ریلیز بکنن، مثل همون ماتریکس مزنجیال که راجع به صحبت کردیم، پروستاگلندین‌ها، آنژیوتانسین دو، اندوتلین، سایتوکاین‌ها. حتی این احتمال وجود داره که این سلول ها قابلیت تولید و ریلیز رنین رو هم حتی داشته باشن. در این شکل دو نوع نفرون رو ملاحظه میکنید، نفرون سوپرفیشیال و نفرون جوکستامدولاری. منتها هدف از این اسلاید این هستش که ما میخوایم نامگذاری جزئی تر سگمنت های مختلف توبولی رو با هم ببینیم و همینطور به این موضوع اشاره بکنیم که این نامگذاری میتونه در رفرنس های مختلف متفاوت باشه. منتها نامگذاری هایی که در این شکل بهش اشاره میکنیم رو ما تا انتهای درسمون در واقع ادامه میدیم. خب در مورد توبول پروگزیمال، اول یک بخش پیچیده داره این توبول و به نام پروگزیمال کانولوت توبول خونده میشه، بعد یک بخش مستقیم داره که به نام پروگزیمال استریت توبول خونده میشه، بعد لوپ هنله شروع میشه، ابتدا شاخه نازک نزولی هنله، بعد شاخه نازک صعودی هنله و بعد از اون بخش ضخیم صعودی هنله رو داریم که در انتها میاد از بین آرتریول های آوران و وابران نفرونی که ازش مشتق شده میگذره و دیواره توبولی در این ناحیه یک ظاهر پلاک مانندی پیدا میکنه که به نام ماکولادنسا یا لکه متراکم خونده میشه. بعد از ماکولادنسا ما دیستال توبول رو داریم. خب دیستال توبول هم همطور که اینجا ملاحظه میکنید به بخش‌های مختلف تقسیم بندی شده با نامگذاری های متفاوت. اول بخش پیچیده از توبول دیستال رو داریم که به نام دیستال کانولوت توبول خونده میشه، بعد کانکتینگ توبول رو داریم یا توبول رابط، و در انتها بخش انتهایی از دیستال توبول به نام اینیشیال کالکتینگ توبول نامگذاری شده. خب این نامگذاری ها حالا به خصوص در مورد دیستال توبول ممکنه در رفرنس های مختلف متفاوت باشه. مثلا در گایتون، در فیزیولوژی گایتون میبینید که این بخش پیچیده ابتدایی به نام ارلی دیستال توبول نامگذاری شده و بخش های انتهایی یعنی مجموعه کانکتینگ توبول و اینیشیال کالکتینگ توبول رو هم رفته به نام لیت دیستال توبول به اصطلاح خونده میشه. خب اما گفتیم بعد از این بخش ما مجاری جمع کننده رو داریم. ابتدا مجاری جمع کننده قشری و بعد مجاری جمع کننده مرکزی هست که خودش شامل بخش های آتر و اینر میشه و در انتها داکتا بلینی یا پاپیلاری داکت رو داریم که همطور که قبلا اشاره کردیم در رأس پیرامید قرار گرفته و از این ناحیه هستش که به اصطلاح میتونه فاینل یورین خارج بشه و وارد کالیکسای کلیوی بشه و میبینید که تو این شکل هم نشون داده شده که از محل مجاری جمع کننده این دوتا نفرون میتونن با همدیگه به اصطلاح ارتباط برقرار بکنن. این اسلاید هم موقعیت نفرون رو در بافت کلیه نشون میده و اینکه خب قطعا شما میدونید که جسم یا جسمک کلیوی توی همه انواع نفرون ها در کورتکس قرار گرفته و قطعا انتظار داریم که بخش پیچیده از توبول پروگزیمال و همطور توبول دیستال و مجرای جمع کننده قشری هم توی همه نفرون ها در ناحیه قشری باشه و مجرای جمع کننده مرکزی هم قطعا تو ناحیه مرکزی یا
مدولاری قرار گرفته. حالا به تناسب به اینکه حالا ما نفرون قشری داشته باشیم یا پهلوی مرکزی داشته باشیم، میتونه سایر بخش ها حالا با یه نسبت درصدی در قسمت کورتیکال یا بخش مدولاری قرار گرفته باشن. اعصابی که کلیه ها رو عصب رسانی میکنن اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک هستن. سیستم عصبی پاراسمپاتیک البته عصب رسانیش به کلیه ها هم ضعیفتره، هم عملکرد شناخته شده ای نداره، اما اعصاب سمپاتیکی هم نواحی عروقی رو در کلیه ها عصب رسانی میکنن، به خصوص آرتریول های آوران و باوران رو، همین که بخش های مختلف توبولی رو عصب رسانی میکنن و به این ترتیب میتونن روی بازجذب سدیم و آب اثر بگذارن. وقتی سیستم عصبی سمپاتیک کلیوی تحریک میشه، اثراتی که میبینیم یکیش کاهش میزان جریان خون کلیه و کاهش میزان فیلتراسیون گلومرولی هست. همینطور بازجذب سدیم و آب در توبول ها افزایش پیدا میکنه. و اتفاق دیگه ای که میفته اینه که ریلیز رنین از سلول های گرانولار در دیواره آرتریول های آوران و باوران، البته عمدتا اینها در دیواره آرتریول آوران قرار دارن، ریلیز رنین از این سلول ها افزایش پیدا میکنه و در نتیجه اون سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون میتونه به اصطلاح فعال بشه. اما علاوه بر این واوران های سمپاتیکی، یه سری اعصاب حسی یا آوران های حسی هم در کلیه های ما هستن که بخشی از اونها حس درد در کلیه رو اصطلاحاً وساطت میکنن و بخشی از اونها در رفلکس های اصطلاحاً رنورینال در کلیه شرکت میکنن. با عنوان مثال زمانی که فشار در لگنچه کلیوی افزایش پیدا میکنه، مثلا به دلیل افزایش میزان جریان خون کلیه یا مصرف دیورتیک ممکنه میزان جریان مایع توبولی و در نتیجه فشار در لگنچه کلیوی زیاد بشه. خب اگر این فشار از 3 میلیمتر جیوه بیشتر شد، این آورانهای حسی که عمدتاً در دیواره لگنچه کلیوی قرار دارن و به اصطلاح تغییرات کشش حساس هستن، میتونن این تغییر فشار رو به اصطلاح حس بکنن و در نتیجه فعالیتشون زیاد بشه و این افزایش فعالیت این به اصطلاح اعصاب آوران منجر به این میشه که در نهایت ما پاسخی رو داشته باشیم به صورت کاهش فعالیت واورانهای سمپاتیکی که به کلیه ها میرن و در نتیجه انتظار افزایش دفع ادراری سدیم و آب رو داریم، چیزی که توی یک چنین شرایطی قطعا باید توی کلیه ها اتفاق بیفته. ادرار نهایی حاصل در واقع جمع جبری سه روند پایه کلیوی هست تحت عناوین فیلتراسیون گلومرولی، بازجذب توبولی و ترشح توبولی. قطعا فیلتراسیون گلومرولی در رأس این روند ها قرار گرفته، یعنی اینکه در درجه اول باید فیلترایی تشکیل بشه تا بعد از اینکه وارد بخش های مختلف توبولی شد روی اجزای مختلف این فیلترا بتونه بازجذب یا حتی ترشح توبولی اتفاق بیفته. اما فیلتراسیون یک روند اصطلاحاً پسیو هست و در طی این روند آب و مواد محلول به صورت دست جمعی از به اصطلاح مویرگ گلومرولی وارد فضای بومن میشن. این حرکت یا جریان دست جمعی آب و مواد و محلول رو اصطلاحاً بهش بالک فلو گفته میشه. خب اما فیلترایی که تشکیل میشه در واقع چه ترکیبی داره؟ با توجه به خصوصیاتی که ما از سد فیلتراسیون میشناسیم، قطعا انتظار داریم که توی این فیلترا پروتئین های بزرگ یا پروتئین های درشت حضور نداشته باشن یا غلظتشون خیلی کم باشه.
از طرف دیگه انتظار داریم که سلولای خونی هم در فیلترا حاضر نباشن، یعنی گلبول های سفید و قرمز و همینطور پلاکت ها انتظار داریم که در فیلترا حضور نداشته باشن. پس بنابراین با توجه به این به اصطلاح خصوصیات ما میتونیم فیلترها رو اینطور تعریف کنیم، بگیم پلاسمایی هستش که تقریبا فاقد پروتئینه. خب چرا میگیم تقریبا؟ خب قطعا به این دلیل هستش که پروتئینایی که کوچکتر هستن میتونن در فیلترها حاضر باشن. اما علت اینکه ما واژه فاقد پروتئین رو استفاده میکنیم این هستش که وقتی مقدار کل پروتئین ها رو در فیلترها محاسبه میکنیم و مقایسه میکنیم با مقدار کل پروتئین ها در پلاسما، این مقدار خیلی کمتر هستش. پس بنابراین یک چنین تعریفی از فیلترها تعریف مناسبیه، یعنی بگیم پلاسمایی که تقریبا فاقد پروتئین هستش. اما از نظر غلظت اجزایی که در فیلترها هست در مقایسه با پلاسما وضعیت میخوام ببینیم چطوریه. خب قطعا بسیاری از مواد به دلیل اینکه خیلی راحت میتونن از سطح فیلتراسیون بگذرن یا به عبارتی فریلی فیلترد هستن، یک غلظتی مشابه غلظت پلاسمایشون در فیلترا دارن. اما یه سری از مواد هستن که مثلا درشتن، حالا به نسبت‌های مختلف، در نتیجه به همون نسبت هم ممکنه نتونن راحت از صد عبور بکنن، مثل همین پروتئینای بزرگی که الان بهش اشاره کردیم. این پروتئینا قطعا غلظتی که در فیلترا دارن خیلی کمتر از غلظت پلاسمایشون هست. علاوه بر این یه سری از مواد هستن که ممکنه که با پروتئینای پلاسمایی باند بشن، در واقع اون بخش باند شده شون قطعا دیگه نمیتونه از باند شده به پروتئین ها نمیتونه از سد فیلتراسیون عبور بکنه و بنابراین روی غلظتش تأثیر میذاره. مثلا فرض کنید که در مورد یون کلسیوم یه چیزی حدود 45 تا 50 درصد از این یون به صورت باند شده با پروتئین های پلاسمایی و این بخش نمیتونه از سد فیلتراسیون عبور بکنه، تنها اون بخش یونیزه یا آزاد هستش که از سد میگذره و بنابراین اگر ما غلظت کل کلسیوم رو در فیلترا با پلاسما مقایسه بکنیم قطعا کمتر هستش. اما این فیلترا با این اجزایش میاد اولین بار میاد وارد توبول پروگزیمال میشه، در واقع اون بخش توبولی که از نظر بازجذب و ترشح بسیار فعالتر هست نسبت به سایر بخش‌های توبولی و خب در این صورت روی این فیلتر را میتونه یه سری تغییراتی اتفاق بیفته. یه سری از مواد میتونن بازجذب بشن یا به طور کامل یا به صورت در واقع پارشیال یا نسبی بازجذب بشن. یه سری از مواد هستن که اصلا بازجذب نمیشن، دقیقا اون بخشی که فیلتر شده باید از طریق ادرار دفع بشه چون راهی برای بازجذبش نیست. و حتی یه سری از مواد هستن که میتونن ترشح طولی داشته باشن، یعنی موادی هستن که بعد از اینکه فیلتر شدن میتونن هم بازجذب داشته باشن هم ترشح داشته باشن. از جمله اینها ما میتونیم به اوره اشاره کنیم، همطور که بعدن هم قطعا راجع بهش صحبت میکنیم. اوره از موادی هستش که هم فیلتراسیون داره و یک ماده فریلی فیلترد هم هست، همین که بازجذب توبولی داره و هم ترشح توبولی. البته بازم بعدن بهش اشاره میکنیم که بازجذب توبولی در ارتباط با این ماده یعنی اوره غالب هستش. همینطور که در این اسلاید ملاحظه میکنید، برای اینکه ما بتونیم مقدار دفع ادراری یک ماده رو محاسبه بکنیم لازمه که بدونیم چه مقدار از این ماده در واحد زمان فیلتر میشه،
همطور بدونیم چه مقدار از این ماده در واحد زمان در توبول ها بازجذب میشه. قطعا این مقدار بازجذب شده باید از مقدار فیلتر شده کسر بشه. و همطور باید بدونیم که چه مقدار از این ماده در واحد زمان احتمالا ترشح میشه و این مقدار ترشح شده قطعا باید به مقدار فیلتر شده اضافه بشه. و به این ترتیب از جمع جبری این سه به اصطلاح روند ما میبینیم که دفع اجاری یک ماده قابل محاسبه هست. و با توجه به صحبتی که داشتیم هر کدوم از اینها رو ما به صورت مقدار در واحد زمان مطرح می کردیم، بنابراین باید دفع اجراری هم به صورت مقدار در واحد زمان به اصطلاح واحدش بیان بشه و معمولا هم به صورت میلی گرم در دقیقه هستش. اما میزان فیلتراسیون گلومرولی یا میزان GFR چی هست؟ در واقع تعریفی که ما میتونیم برای GFR یا میزان فیلتراسیون گلومرولی داشته باشیم حجمی از فیلترا هست که در واحد زمان توسط نفرون‌های فعال هر دو کلیه تشکیل میشه. خب این حجم به طور نرمال حدوداً 125 میلی لیتر در دقیقه یا 180 لیتر در روز هستش. خب 180 لیتر در روز در مقایسه با اون میزان فیلتراسیون روزانه‌ای که سایر بسترهای مویرگی ما دارن خیلی بیشتره، یعنی شاید اون بقیه بسترهای مویرگی رو بیایم میزان فیلتراسیون روزانه‌شون رو حساب بکنیم بین 3 تا 4 لیتر در روز هست در مقایسه با 180 لیتر در روز. اما از طرف دیگه اگر ما حجم کل پلاسما رو به طور متوسط 3 لیتر در نظر بگیریم، در این صورت ما انتظار داریم که روزانه 60 بار پلاسما در واقع از کلیه ها عبور بکنه و بنابراین به این واسطه کلیه ها میتونن خیلی دقیق حجم و ترکیب مایعات بدنمون رو تنظیم بکنن. اما موضوع دیگه ای که باید بهش اشاره بکنیم این هستش که خب ما گفتیم که میزان GFR داره به ما حجمی از فیلترا رو نشون میده که توسط نفرون‌های فعال هر دو کلیه تشکیل میشن. بنابراین اگر GFR از اون مقدار نرمال خودش کمتر بشه میتونه نشون بده که احیاناً ممکنه که ما نفرون‌های فانکشنالمون و فعالمون کاهش پیدا کردن. حالا نه قطعاً ولی میتونه این رو هم به ما نشون بده. یعنی در واقع میخوایم این رو بگیم که GFR به عنوان یکی از شاخصهای عملکرد کلیه میتونه در نظر گرفته بشه و قطعاً هم در نظر گرفته میشه و تغییراتش در واقع به عنوان یک زنگ خطری هست در ارتباط با عملکرد کلیه ها. در این سلاید میخواییم در ارتباط با روندهای پایه کلیوی در مورد سه ماده X, Y و Z صحبت بکنیم. این مواد موادی هستن که اصطلاحاً فریلی فیلتردن، یعنی به راحتی آب از سد فیلتراسیون عبور میکنن. و اما یه نکته دیگه رو که باید اینجا مد نظر داشته باشیم این هستش که در شرایط نرمال ما انتظار داریم از 100% حجمی از پلاسما که در واحد زمان وارد کلیه میشه 20%ش در سطح مویرگ گلومرولی اصطلاحاً فیلتر بشه. قطعا در مورد یک ماده مثل ماده X هم که یک ماده فریلی فیلترد هست انتظار میره که در سطح مویرگ گلومرولی 20% فیلتراسیون داشته باشه و 80% باقی مانده از طریق افرنت آرتریول وارد مویرگ پریتوبولار یا مویرگ دور توبولی بشه. و حالا با توجه به خصوصیت ترشحی که این ماده مشخص داره میبینیم که 80% باقی مانده هم وارد توبول شده و در واقع به اون بخش فیلتر شده
اضافه شده و بدون اینکه بازجذبی برای این ماده اتفاق بیفته تقریبا به طور کامل از جریان خون کلیوی چی شده؟ حذف شده. خب اگه بخوام یه مثالی برای یک چنین ماده‌ای بگیم، یک مثال ایدئال پارا آمینو هیپوریک اسید هست یا پی ای اچ که یک آنیون عالی اگزوژن هست و حالا بعدا هم می‌بینیم که ما میتونیم از کلرانس کلیوی این ماده استفاده بکنیم برای تعیین میزان جریان پلاسمای کلیوی. اما ماده وای ماده ای هستش که اون هم فریلی فیلترده، منتها خصوصیاتش متفاوت از اون ماده ایکسی که بهش اشاره کردیم. این ماده هم میتونه 20% فیلتراسیون داشته باشه، ولی از اون 80% که وارد مورگ پریتوبولار میشه دیگه چیزی بر نمیگرده به اصطلاح مایع توبولی، و اما بخشی از اون ماده ای که به اصطلاح فیلتر شده میتونه در سطح مورگ پریتوبولار بازجذب بشه، به اصطلاح پارشیال ریابزوربشن یا بازجذب نسبی داشته باشه، و بخش دیگری از اون مقدار فیلتر شده یه ماده از طریق ادرار دفع میشه. اگه بخوام یک مثال باز خوبی رو برای یک چنین ماده‌ای داشته باشیم، میتونیم به یون سدیم اشاره بکنیم که در سطح مورگ گلومرولی به عنوان یک ماده فریلی فیلتر فیلتر میشه و بعد هم بعد از اینکه یک بخشش بازجذب شد، بخش باقی ماندهش از طریق ادرار دفع میشه. اما در مورد ماده آخر که ماده زد هست، میبینیم که بعد از اینکه فیلتراسیون برای این ماده اتفاق میفته، این ماده به طور کامل از این جریان فیلترا حذف میشه، یعنی بازجذب میشه و به هیچ وجه دفع ادراری براش وجود نداره، که باز مثالای زیادی رو برای یک چنین ماده میتونیم بزنیم. از جمله میتونیم به گلوکوز اشاره بکنیم، به اسیدهای آمینه اشاره بکنیم، همطور پروتئین ها و پپتید ها که انتظار داریم که به طور کامل بعد از فیلتراسیون بازجذب داشته باشن. اما میتونیم ماده رو هم در نظر داشته باشیم که نه بازجذب توبولی داشته باشه نه ترشح توبولی، یعنی یک ماده غیر از این سه ماده ای که اینجا راجبشون صحبت کردیم. در یک مثال خیلی خوب برای یک چنین ماده ای اینولین هست. اینولین یک پلیساکارید اگزوژن هست که میتونه بعد از اینکه به اصطلاح فیلتر شد به طور کامل اون بخش فیلتر شده چی بشه؟ از طریق ادرار دفع بشه، یعنی نه چیزی بهش از طریق ترشح توبولی اضافه میشه، نه بازجذب توبولی براش اتفاق میفته. بنابراین 100% مقداری که فیلتر شده اون 100% هم از طریق ادرار دفع میشه. حالا بعداً باز در مورد این ماده هم اشاره میکنیم که کلرانس کلیوی این ماده میتونه به ما به دلیل خصوصیتی که داره میتونه جی اف آر رو یا میزان فیلتراسیون گلومرولی رو اصطلاحاً نشون بده. این جدول پردازش کلیوی تعدادی از مواد رو که در بدن ما های اهمیت هستن رو نشون داده. خب همونطور که ملاحظه میکنید روزانه در یک شرایط نرمال آب به میزان 180 لیتر فیلتر میشه، ولی 99%ش باید بازجذب بشه و میزان دفع کلیوی روزانه آب 1.8 لیتر هست. یعنی در واقع اگر قرار بود که این حجم فیلتراسیون بالایی که آب در روز داره بازجذب نمیشد، قطعاً ما شاید با این میزان از فیلتراسیونی که برای آب داشتیم تقریبا در ظرف نیم ساعت بدنمون از آب تخلیه میشد.
اما در مورد سدیم در صورتی که یک رژیم غذایی متعادل داشته باشیم و یک شرایط نرمال حاکم باشه در بدن ما، در این صورت انتظار داریم که روزانه 630 گرم سدیم فیلتر بشه و از این بار فیلتری باز انتظار میره که 99.5 درصد یا بیشتر بازجذب بشه و میزان دفع ادراریش حدوداً 3.2 گرم باشه که باز انتظارمون اینه که معادل میزان ورودی سدیم به بدن ما باشه. اما در مورد گلوکوز، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم شما اطلاع دارین، گلوکوز باید به طور کامل بازجذب بشه و دفع ادراری براش نداشته باشیم. همطور که تو این جدول هم نشون داده شده، روزانه 180 گرم گلوکوز فیلتر میشه و 100% این بار فیلتری بازجذب میشه و اکسکریشن براش صفر است. در مورد اوره 56 گرم در روز میزان فیلتراسیونش هست و 50% از این بار فیلتری بازجذب میشه، عمدتا در طول پروگزیمال، و میزان دفع ادراری روزانه برای اوره 28 گرم هست. البته در مورد اوره بعداً هم اشاره میکنیم که میتونه به اصطلاح هم درصد بازجذبش و از اون طرف دفع ادراریش میتونه بسته به وضعیت آب بدنمون متغیر باشه که همطور که اشاره کردم بعداً مفصل در این رابطه صحبت میکنیم. قبل از اینکه در مورد قابلیت فیلتراسیون مواد از سد فیلتراسیون صحبت بکنیم، در ارتباط با خصوصیات سد یک مروری داریم. همطور که اطلاع دارین، این سد از سه لایه مشخص تشکیل شده. از سمت خون مویرگی اولین لایه، لایه اندوتلیال پنجره دار هست. به این دلیل این لایه رو بهش در واقع فنستریت اندوتلیوم گفته میشه، به خاطر منافذی که در این لایه وجود داره با قطر بالا بین 70 تا 90 نانومتر که اجازه عبور همه مواد رو میتونه از خون بده این قطر بالا، منهای سلولای خونی. ولی به دلیل پوشش پلی آنیونیکی که داره، پوششی از گلیکوپروتئین ها که این لایه از سد داره، مانع از این میشه که در واقع ماکرومولکول هایی که شارژ منفی دارن بتونن از این سد بگذرن، از این لایه از سد در واقع عبور بکنن. اما بعد از اون لایه دیگه تحت عنوان قشای پایه یا بیسمنت ممبرین هست که یک ماتریکس متخلخلی هستش که از تعداد زیادی از پروتئین ها تشکیل شده. یکی از پروتئین های مهمش کلاژن تیپ 4 هست. همینطور پروتئوگلیکان ها و گلیکوپروتئین های پلی آنیونیک در این لایه قرار گرفتن و در واقع این لایه هم ممانعت میکنه از عبور ماکرومولکول های که شارژ منفی دارن، مثلا پروتئین آلبومین. بعد از اون ما یک لایه از به اصطلاح کپسول بومن رو ما داریم که تشکیل شده از سلول های تحت عنوان پودوسایت یا سلول های پایکدار که همون لایه ویسرال از کپسول بومن هست، روی قشای پایه قرار گرفته و این زوائد پایکی در هم فرو رفتن و روی قشای پایه قرار گرفتن. بینشون یک سری منافذی وجود داره به نام شکاف یا سلیت که این به اصطلاح شکاف های فیلتراسیون قطری حدود 25 نانومتر دارن. اما در واقع پایک های مجاور از طریق یک دیافراگمی تحت عنوان دیافراگم شکافی که از همین پروتئین های خارج سلولی تشکیل شده، از طریق این دیافراگمی پایک های مجاور به همدیگه ارتباط پیدا می کنن و این دیافراگم هم خودش منافذی داره با قطر 4 تا 14 نانومتر. ولی این دیافراگم و همینطور شکاف های فیلتراسیون توسط پروتئوگلیکان ها و گلیکوپروتئین های
با شارژ منفی یا پلی آنیونیک پوشیده میشن و در واقع این لایه از سطح هم از عبور ماکرومولکول هایی که شارژ منفی دارن میتونه جلوگیری بکنه. در این حال خب مواد رو به دلیل اون قطر منافذی که و شکاف های فیلتراسیون قطری که دارن از عبور مواد با سایز مشخص هم میتونن جلوگیری بکنن. اما یک نکته ای رو که در ارتباط این با این سد باید مد نظر داشته باشیم این هستش که این لایه های سد با همدیگه در تعامل هستن، بنابراین اگر یک لایه خراب بشه به نوعی کل سد به اصطلاح اون کاراییش رو از دست میده در ارتباط با عبور مواد. در این شکل شما باز هم سد فیلتراسیون رو ملاحظه می کنید که تصویر از طریق میکروسکوپ الکترونی در واقع تهیه شده. در شکل سمت راست بالا ملاحظه می کنید که به سد فیلتراسیون از داخل فضای بومن نگاه شده. همطور که ملاحظه می کنید در اینجا ما جسم سلولی سلول پایکدار رو از لایه ویسرال کپسول بومن داریم و زواید پایکی رو ملاحظه می کنید که اومدن و دور این به اصطلاح حلقه های مویرگی پیچیدن. اینا همون حلقه های مویرگی ما هستن در این سطح که این زواید پایکی دور اینها پیچیدن و در واقع یک ارتباط تنگ و تنگی با غشای پایه سطح فیلتراسیون دارن. در قسمت پایین تصویر هم باز همطور که در شکل قبلی دیدیم از سمت خون مویرگی میتونیم لایه های مختلف سد رو ببینیم. اول اندوتلیوم پنجره دار هست، بعد بیسمنت ممبرین قرار گرفته و بعد هم لایه پودوسایت ها هستن که همطور که میبینید این زوائد پایکی از طریق این خطوطی که اینجا مشخص شده از طریق دیافراگم شکافی با همدیگه ارتباط پیدا میکنن. در واقع این دیافراگم شکافی همطور که توضیح دادیم مثل یک پلی این پایک های مجاور رو به همدیگه متصل کرده. این هم جسم سلولی یکی از این سلولای پودوسایت ما هست و این هم زواید پایکی هستن که در واقع روی غشای پایه قرار گرفتن. در این شکل هم دوباره تصویری از سد فیلتراسیون رو ملاحظه میکنید که به وسیله میکروسکوپ الکترونی تهیه شده. هدف از این اسلاید این هست که به ما نشون بده فیلترا برای اینکه وارد فضای بومن بشه تنها از منافذ و خلل و فرجی که سر راهش هست میگذره و در نهایت به اصطلاح به فضای بومن راه پیدا میکنه. به عبارتی جسم سلولی سلول هایی رو که سر راهش هست دور میزنه و با گذشتن از این منافذ در نهایت به فضای بومن میرسه. خب با توجه به توضیحاتی که در ارتباط با خصوصیات سد فیلتراسیون دادیم انتظار داریم اون چیزی که قابلیت فیلتراسیون یا به عبارتی فیلترابیلیتی یک ماده رو تعیین میکنه شعاع مولکولی یا اندازه مولکولی اون ماده باشه و همینطور شارژ الکتریکی یا بار الکتریکی اون ماده. خب توی این جدول ما لیست یه سری مواد رو مشاهده میکنیم که در کنارشون هم وزن مولکولیشون نوشته شده، هم شعاع مولکولیشون رو مشخص کرده و همینطور از در واقع محاسبه نسبت غلظت این مواد در فیلترا به غلظتشون در پلاسما تونسته فیلترابیلیتی یا قابلیت فیلتراسیون مواد رو تعیین بکنه. خب در اینجا در مورد آب میبینیم که وزن مولکولیش 18 دالتون هست، شعاع مولکولیش 0.1 نانومتر و قابلیت فیلتراسیونش 1. در مورد گلوکوز با وجودی که وزن مولکولی بیشتر و همطور شعاع مولکولی بالاتر داره ولی
قابلیت فیلتراسیون همچنان یک هست. در مورد اینولین هم همینطور قابلیت فیلتراسیون یک رو داریم. در واقع این موادی که تا اینجا بهشون اشاره شد موادی هستند که فریلی فیلترد هستند، به راحتی از سد فیلتراسیون میگذرن، بنابراین به همون غلظتی که در پلاسما حضور دارن در فیلترها هم به اصطلاح دیده میشن. اما در مورد میوگلوبین میبینیم که خب اندازه مولکولی یه تغییر از میخوام وزن مولکولی یه تغییر نسبتا زیادی رو نشون میده، همینطور در مقایسه با به اصطلاح مواد که در قسمت بالای جدول دیدیم، اینها شعاع مولکولی میوگلوبین شعاع مولکولی بالاتری هم داره. اما در این رابطه ما میبینیم که در رابطه با فیلترابیلیتی پایین تری رو داره نشون میده، یعنی 0.75 قابلیت فیلتراسیون برای میوگلوبین هست. در مورد هموگلوبین و آلبومین که وزن مولکولی و همینطور شعاع مولکولی بالاتری دارن، میبینیم که قابلیت فیلتراسیون به میزان زیادی کاهش پیدا میکنه، به 0.01 در مورد هموگلوبین و 0.001 در مورد آلبومین میرسه. در واقع تو این جدول ما داریم به خصوص اثر شعاع مولکولی یا اندازه مولکولی رو در ارتباط با قابلیت فیلتراسیون میبینیم، در حالی که ما گفتیم شارژ الکتریکی هم میتونه در این رابطه تاثیرگذار باشه. خب قطعا تو این رابطه هم صحبت میکنیم، اسلایدهای بعدی اثر توأم هم شعاع مولکولی و هم شارژ الکتریکی رو در ارتباط با قابلیت فیلتراسیون مواد مختلف به ما اصطلاحا نشون میده. توضیح دادیم که سد فیلتراسیون یک سد اصطلاحا پلی آنیونیک هستش و بنابراین به مقدار زیادی از عبور ماکرومولکول هایی که شارژ منفی دارن جلوگیری میکنه. خب برای اینکه ما بتونیم اثر توأم شارژ الکتریکی و اندازه مولکولی رو ببینیم، باید ماده ای رو داشته باشیم که بتونه در اندازه های مولکولی مختلف و همینطور در شارژ های الکتریکی متفاوت وجود داشته باشه. برای این کار اومدن از دکستران استفاده کردن. دکستران یک پلیساکارید اگزوژنی هستش که برای ما این قابلیت وجود داره که بتونیم اون رو در اندازه های مولکولی مختلف و در شارژ های الکتریکی متفاوت سنتز بکنیم. همطور که تو این شکل ملاحظه میکنید، از بررسی رابطه قابلیت فیلتراسیون دکستران ها با شعاع مولکولیشون به سه تا منحنی متفاوت میرسیم. یکی از این منحنی ها مربوط به نوترال دکستران یا دکستران خونسا هست، یکی مربوط به دکستران پولی آنیونیک و یکی هم مربوط به دکستران پولی کاتیونیک هستش. خب نوترال دکستران دقیقا داره به ما به اصطلاح اثر تغییرات وزن مولکولی رو بر روی قابلیت فیلتراسیون نشون میده. همطور که میبینید وقتی که وزن مولکولی زیاد میشه قابلیت فیلتراسیون ماده کاهش پیدا میکنه. این منحنی آبی رنگ دقیقا داره این رو به ما نشون میده. اما در مورد دکسترانی که پلی آنیونیک هست میبینیم منحنی رابطه فیلترابیلیتی با شعاع مولکولی به سمت چپ و پایین شیفت پیدا میکنه و در مورد دکستران پولیکاتیونیک این منحنی به سمت بالا و راست شیفت پیدا کرده. خب یعنی دقیقا داره این موضوع رو به ما نشون میده که در یک شعاع مولکولی مشخص در مورد دکسترانی که پولی آنیونیک هست ما کمترین قابلیت فیلتراسیون رو داریم. وقتی که دکستران خونسا میشه قابلیت فیلتراسیون بیشتر میشه و در مورد دکستران پولیکاتیونیک بالاترین قابلیت فیلتراسیون در این شعاع مولکولی مشخص به اصطلاح دیده میشه. اما اگر بیایم نگاه کنیم، یک نگاه کلی به این منحنی ها داشته باشیم، ببینیم اگر که شعاع مولکولی از 20 آنگستروم تقریبا کمتر بشه و یا از 42 آنگستروم بیشتر بشه، در واقع مواد
سوای به اصطلاح شارژ الکتریکی که دارن یا خیلی خوب از صد تقریبا میتونن عبور بکنن، یعنی اگر از 20 آنگستروم شعاع مولکولشون کمتر باشه، و یا اینکه عبورشون با سختی زیادی مواجه میشه و قابلیت فیلتراسیونشون به شدت کم میشه، یعنی در صورتی که شعاع مولکولیشون از 42 آنگستروم بیشتر باشه. اگر سطح فیلتراسیون ما شارژ منفیش کاهش پیدا بکنه یا از بین بره، در این صورت ما انتظارمون از این منحنی هایی که در واقع توی شکل قبل هم توی سلاید قبل هم دیدیم چی هست؟ خب قطعا ما انتظار داریم که دکستران هایی که پلی آنیونیک و پلی کاتیونیک هستن مثل یک دکستران خونسا بتونن از این سد عبور بکنن و در واقع انگار که مواد دیگه دارن بر اساس اندازه مولکولیشون از سد میگذرن و قطعا منحنی پولی آنیونیک و پولی کاتیونیک دکستران به منحنی دکستران خونسا نزدیک میشه. خب این مسئله رو توی این شکل سمت چپ هم میتونید ملاحظه بکنید. همطور که میبینید توی شرایط نرمال منحنی مربوط به پولی آنیونیک دکستران ما یک چنین جایگاهی داره، ولی وقتی که سد فیلتراسیون شارژ منفیش رو از دست میده این منحنی جا به جا میشه، میبینید به جایگاهی مشابه جایگاه نوترال دکستران در واقع میرسه و قطعا انتظار داریم توی یک چنین شرایطی پروتئین هایی مثل آلبومین که نمیتونستن از سد بگذرن، حالا از عبورشون از سد با یک سهولت بیشتری انجام بشه و در ادرار ظاهر بشن. در ارتباط با از دست رفتن شارژ منفی سد فیلتراسیون، یه بیماری به نام مینیمال چنج دیزیز میتونه دخالت داشته باشه. این بیماری اغلب توی بچه ها دیده میشه و یک در واقع اختلال ایمنی عامل به وجود آمدن این بیماری و عامل کاهش شارژ منفی سد فیلتراسیون هست و به این دلیل مینیمال چنج دیزیز نامگذاری شده، یا بیماری با حداقل تغییر که وقتی که میان بیوپسی از اون محل سد فیلتراسیون به عبارتی تهیه میکنن و با میکروسکوپ نوری نگاه میکنن هیچ شرایط پاتو فیزیولوژیکی اصطلاحاً دیده نمیشه، ولی در عمل این فرد پروتئینوری و یا دفع پروتئین از طریق ادرار رو نشون میده. پس بنابراین اهمیت شارژ منفی سد فیلتراسیون در این شرایط برای ما کاملا مشخص میشه. در صورتی که هر عاملی باعث افزایش نفوذپذیری سد فیلتراسیون به پروتئین ها بشه، یک مجموعه از علائم ظاهر میشه که تحت عنوان سندروم نفروتیک نامگذاری شده. این علائم شامل پروتئینوریا میشه، یعنی از طریق ادرار پروتئین دفع میشه به خصوص آلبومین، و به دنبالش هایپوآلبومینمیا داریم، یعنی غلظت آلبومین خون کاهش پیدا میکنه و به دنبال اون ادم عمومی مشاهده میشه. و همطور یکی دیگر از علائمی که در این سندروم وجود داره هایپرلیپیدمیا یا افزایش غلظت لیپیدهای خون هستش. اما یک سری از بیماری ها هستن که باعث میشن که علائم سندروم نفروتیک ظاهر بشه. از جمله اونها بیماری با حداقل تغییر یا مینیمال چنج دیزیز هست که قبلا هم بهش اشاره کردیم. در این بیماری که به دنبال یک اختلال ایمنی ظاهر میشه، سد فیلتراسیون شارژ منفیش کاهش پیدا میکنه و در نتیجه نفوذ پذیری به پروتئین ها افزایش پیدا میکنه و علائم سندروم نفروتیک ظاهر میشه. همطور به خصوص در بزرگسالان التهاب گلومرولی یا گلومرولونفریتیس عامل بروز این سندروم هست. و همچنین اگر که موتاسیونی
در ژن کد کننده پروتئین های تشکیل دهنده دیافراگم شکافی ایجاد بشه، میتونه باعث افزایش نفوذ پذیری به پروتئین ها از صد فیلتراسیون بشه و در نهایت ما سندرم نفروتیک رو داشته باشیم. همونطور که در این شکل ملاحظه میکنید، نفرین به عنوان یکی از پروتئین های مهم تشکیل دهنده دیافراگم شکافی هست که اگر موتاسیونی در ژن کد کننده نفرین ایجاد بشه، ما علائم سندرم نفروتیک رو مشاهده میکنیم. اما یک سندرومی به نام سندروم آلپورتس هم وجود داره که بیشتر در واقع منشأ ارثی داره و به خصوص در مردان دیده میشه و به دنبال این سندروم ما هماتوری یا دفع خون رو از طریق ادرار مشاهده میکنیم. همطور این افراد اشکالاتی رو دارن، اختلالاتی رو دارن در شنوایی و همطور در نایی. در اینها هایپرتنشن یا افزایش فشار خون دیده میشه. حتی پروتئین اوری رو میتونیم در این در واقع سندروم مشاهده بکنیم. التهاب گلومرولی رو داریم و همطور قشای پایه در این سندروم یک زخامت یکسانی رو نداره. بعضی جاها زخامتش نرماله، در بعضی از بخشها زخامتش افزایش پیدا میکنه و یا حتی کاهش زخامت رو داریم در ارتباط با قشای پایه. و در مجموع این مسئله باعث میشه که قشای پایه یک قشای کارآمدی نباشه. میزان جریان خون ورودی به کلیه ها یا حجمی از خون که در واحد زمان وارد کلیه ها میشه یه چیز حدود 1000 میلی لیتر در دقیقه یا 1 لیتر در دقیقه هست که تقریبا 20% از کاردیاک آوتپوت ما میشه. بنابراین کلیه ها در مقایسه با وزنی که دارن، یه چیزی حدود 0.5% از کل وزن بدن ما رو شامل میشن، میزان جریان خون ورودی خیلی زیادی رو دریافت میکنن و این خیلی فراتر از نیازهای متابولیک کلیه ها هستش و بیشتر میتونیم بگیم اهمیت اصطلاحاً فانکشنال و عملکردی داره، به این ترتیب که میتونه میزان پلاسمای بالایی رو در اختیار کلیه ها قرار بده تا اونها هم بتونن عملکرد هموستاتیک خودشون رو خیلی دقیق روی این پلاسما انجام بدن. اما از کل میزان جریان خون ورودی به کلیه ها حدوداً 90% یا حتی بیشتر در ناحیه کورتکس جریان داره و این هم کاملا منطقیه به دلیل اینکه ما اکثریت نفرون هامون نفرون های کورتیکال هستند و همینطور جسم کلیوی یا جسمک کلیوی در مورد همه نفرون ها در ناحیه کورتکس قرار گرفته. اما میزان جریان خون ورودی به ناحیه مرکزی یا مدولاری کلیه خیلی پایینه، یه چیزی حدود 10% از کل میزان جریان خون کلیوی هست که حدود 2% یا کمترش به ناحیه رینال پاپیلا یا ناحیه به اصطلاح مرکزی عمقی رأس پیرامیدهای کلیوی میرسه. بنابراین این میزان جریان خون پایین باعث میشه که این ناحیه به اصطلاح شرایط هیپوکسیک خیلی حساس تر باشه، به شرایط ایسکمیک به قول معروف که میتونه شرایط هیپوکسیک رو ایجاد بکنه حساس تر باشه و بنابراین در معرض آسیب های ایسکمیک قرار داره. در این اسلاید تغییرات فشار خون رو در سیستم های مختلف عروقی کلیوی از رینال آرتری تا رینال وین مشاهده میکنید. خون با فشاری حدود 100 میلیمتر جیوه برابر با فشار شریان سیستمیکمون وارد رینال آرتری میشه و بقیه سگمنت های شریانی، ولی در برابرش
مقاومت چندانی اعمال نمیشه، درنچه فشار خون تغییر چندانی رو هم نشون نمیده. اما وقتی که وارد سگمنت عروقی بعدی، یعنی وارد یک شریانچه تحت عنوان شریانچه آوران میشه به دلیل مقاومت بالایی که در برابر جریان خون هست، افت فشار رو داریم، از 100 میلیمتر جیوه فشار به 60 میلیمتر جیوه کاهش پیدا میکنه و با یک چنین فشاری وارد سگمنت عروقی بعدی که مویرگ گلومرولی هست میشه. در این سیستم مویرگی هم به دلیل اینکه سطح مقطع بالایی وجود داره، مقاومت چندانی در برابر جریان خون اعمال نمیشه، بنابراین میبینیم که افت فشاری رو به اون شکل در این سیستم عروقی نداریم، شاید 1 تا 3 میلیمتر جیوه افت فشار در این بخش عروقی دیده بشه. اما بعد خون وارد یک با سیستم شریانچه دیگه میشه تحت عنوان ایفرنت آرتریول، مقاومت بالایی در برابر جریان خون هست، بنابراین باز افت فشار رو داریم، از 60 میلیمتر جیوه تقریبا در واقع به زیر 20 میلیمتر جیوه فشار سقوط میکنه و با یک چنین فشاری خون وارد مویرگ پری توبولار یا مویرگ دور توبولی میشه. در اینجا هم باز به دلیل سطح مقطع مویرگی بالایی که داریم خیلی تغییر فشار در این به اصطلاح مقطع عروقی دیده نمیشه و بعد از اون هم وارد بخش‌های وریدی مختلف میشیم و به هر حال به دلیل مسافتی که خون داره طی میکنه یه مقدار افت فشار دیده میشه، علی‌رغم اینکه این به اصطلاح سیستم‌های عروقی سیستم‌های کم مقاومتی هستن. اما ما میبینیم که فشار در مویرگ گلومرولی تقریبا 2 برابر فشاری هستش که در سایر بسترهای مویرگی داریم و همین مسئله به عنوان یک عاملی مطرح هستش که ما میزان فیلتراسیون روزانه خیلی بیشتری رو در مویرگ گلومرولیمون در مقایسه با سایر بسترهای مویرگی داشته باشیم. و اما در مویرگ پریتوبولار ببینیم که فشار خیلی کم میشه، این به اصطلاح فشار پایین در این سیستم مویرگی به نفع روند بازجذب هست که در مقایسه با روند ترشح در کلیه های ما یک روند غالب هست و بیشتر کلیه ها دارن بازجذب انجام میدن، بنابراین این فشار هیدروستاتیک پایین در این سگمنت عروقی به بازجذب مواد میتونه کمک بکنه. به دنبال مطالبی که در اسلاید قبل ارائه شد، اعداد و ارقام تقریبی رو که در ارتباط با فشارها و مقاومتها در سیستم‌های مختلف عروقی یک کلیه نرمال وجود داره رو در این جدول ملاحظه می‌کنید.